هفته گذشته اولین مرحله حذف بی برگشت بود. یاوران با تیم ده نفره خود به رقابت پرداختند. هر یاور دو گروه دو نفره و سه نفره خود را تشکیل دادند. بعد از هر اجرا یاوران توانستند بهترین صداها را انتخاب کنند. اسمت جان. و دو هفته دیگر وقت دارند تا تیم چهار نفره خود را به مرحله یک قدم تا قهرمانی آماده کنند. سلام و شب شما بخیر. هفته دوم مرحله حذف بی برگشت آواز افغانستان است و هر یاور برنامه کوشش میکنه تا بهترین ها از تیمش و مرحله چهار بهترین را پیدا کنه. به افتخار یاورای برنامه ما، قیس الفت، فرشته سما، عبید جوینده و نظیر خارا. اولین رقابت برنامه امشب با گروپ عبید جوینده آغاز میکنیم. گروپ بدیر یک در نظر دارم، جاوی جان وفا، آقای غلامعلی سخی‌زاده، فرهاد جان اشرف. فرهاد جان گل خوش آمدی. تشکر استاد، زنده باشی. کدام آهنگ؟ یک پارچه است، تقریبا غزل است. آهنگی که انتخاب کردیم، البته تو 100% گفته نمیتونم که چقدر آمادگی داریم، چون برنامه لایف است، استیج است، مشکلات خود داره. صبودم چراغ نمادی. جنجال یا آهنگ در این قسمت است که مثلا آدمی شروع ما باید یک سرگرم بکنم. متاسفانه وقت کم است، شاید نتونم که سرگرم درست اجرا کنم. ساز این زاری مکن، آواز یاری مکن. ما آهنگ زایر ویداز بسیار شهرت داره، پس از این زاری مکن، آواز یاری مکن، چون یک آهنگ مشهور بود. ما خواستم امید انتخاب کنم. دیدینم با مزار سینم. ما در قسمت آستایی که نو شروع میشه حاکم هستم، و پس در قسمت دو که قسمت انتر است، یک اندازه یک نفس کار داره و بسیار مشکل است. ما تو رفتم. خدا کنه که ما از ایالت بخیر کامیاب شم تا بتانم آهنگ به صورت درستش اجرا کنم. تبریناش درست؟ خوب است استاد. کدام آهنگ انتخاب کردی برای زیدار؟ آهنگ صف قاسمی است. چشم قشنگت با جانم شرر زد. چهار بهترین کرا پیدا کنم، شخص اول که از خانم زیاد علاقه دارم، میگه دواز افغانستان مس نکنی، یعنی مس نکو. من در مرحله اول بسیار جنجالا را دیدم، تم دیگه نمیخوایم در برنامه برم. گفت نه، ما امیدوار هستم که توی برنامه را پیش ببری تا شوهر مرا همه گی بشناسه که آواز خوانش. چالش برمه ایچ در حساب قسمت های آهنگ و چالش ندارم، مشکل ندارم، فقط مشکل سر استیج که آدم میره و کم زیر تاثیر میشه، اموجه یک کمک چالش پیدا میشه. اولین اجرای برنامه امشب از تیم عبید جوینده. Thank you.
از این زاری مکن، عوض یاری مکن، تو اینا کام دل دیوانا بغم دیرینم و مزار سینم به خوابارا کردی. پس از این زاری مکن، عوض یاری مکن، تو اینا کام دل دیوانا. اجرای غلام علی سخی‌زاده را دیدم که واقعا خوب درخشید و حالا جاوید وفا در رنگ آوازخوانی داخل میشه. ببینیم که میتونه غلام علی سخی‌زاده را شکست بده و یا خیر. از میان این سه اشتراک کننده تنها یک اشتراک کننده میتونه که به مرحله چهار بهترین راه پیدا کنه. حالا فرهاد اشتر اجرا میکنه. سر ما پمر
داره امره الفت میگه چطور اجرا کرد هر سهشان، کی بهتر اجرا کرد و کی بهترینشان است؟ هر سهشان بسیار خوب اجرا کردن. جاوید جان آهنگ یوسف قاسمی را بسیار خوب اجرا کردن. البته به نگاه من بسیار کم زرگک، بسیار خواندنی شک اجرایتان. آقای غلامعلی آهنگ بسیار خوب با انرژی با آواز باستان بسیار خوب خواندن. و خراجان بسیار مقبول آهنگ خوب اجرا کردی، آهنگ بسیار خوب از دوست خوبم نجیم نوابی، راگ بیراگی بیرف، تالام روپک بسیار مقبول، آهنگ مشکل هم هستک بسیار خوب اجرا کردی. البته این طرف و طرف کم ذره سرا این طرف رفتک، احساساتت با آهنگ بجا نبودک، لیکن خوب اجرا کردی، آهنگ مشکل بودک. آفرین ارسشان، واقعا خوب اجرا کردی. خراس با کی رای میتین که در برنامه باقی بمانه و کی بهتر اجرا کرد؟ در کل اجرا چطور بود؟ امید جان، غلامعلی یک صدای طبیعی داره، یک صدای کاملا رویایی. ای کاش که وقت میفهمیدی زیبایی صدای خدا، کاش که وقت، ای کاش که تو وقت‌تر میفهمیدی که تو چقدر آواز تو مقبول است. آواز ساده بسیار زیبا. تشکر استاد بزرگوار، قربانتان شم. شما بزرگوار فرهاد اشرت فراجارم، یک بچه بسیار با استعداد معلوم میشه و یگانه کسی که تال روپک خونده، یکی فراجان بوده، یکی هم از شاگردای ما که باز من نموندم، چون آهنگ در دو تیم انتخاب کرده بودن و آهنگ روپک نموندم دیگه چیز میخوند که او آقای رحمت بود. اینا خوبیشون دیست که میفهمن، آشنایی با ریتم داره، آشنایی با تالها داره. دم آخر کوتاه بگین، شما انتخابتان در میان این سه شراکننده کیست؟ والا همین مشکل است، اما بیاین خیره، هیچ کس خفه نشه، خفه نشین لطفا هیچ کدامتون. ما صدای آرام و زیبای غلامعلی را زیاد خوش کردم. بسیار زیاد تشکر. بسیار زیاد جالب شد که نظیر خارا میگه غلامعلی، قیس الفت میگه فرهاد اشرت و مردم هم میگن و تالار غلامعلی.
باز من میگم جاوید وفا و حالا وقت اعلان نتیجه رسیدم. عبید جوینده میخواهد که با کی برنامه را ادامه بده. ما یک بار میخواهیم که بسیار کوتاه بگویم که جاوید جان وفا شما اجرایتان خوب بود. امور خمی قدی جان ملاحظه خود برتان گفتن سرا بسیار کم بود در مجموع. آقای سخیزاده اجرایشان بسیار بی‌نقص بود. آواز بسیار جذاب دارن در شک نیست. ما احترام دارم به زحمت کشیشان با آوازشان خودشان را دوست دارم. فراجان اشرت قسمی که شما خودتان مشوین و میتونین قضاوت بکنین جوان تازه کار است اما زحمت زیاد کشیده در فاصله زمانی بسیار کوتاه زیاد زحمت کشیده و همون قسم آوازش بیانگر زحمت کشیش است و کاملا در آوازش منعکس میشه که یادم چقدر زحمت کشیده و موسیقی را نسبتا عمیق‌تر آموختن و ما کسی را که انتخاب میکنم شاید یک پوینت اضافه اگر پیش ما داره ای است که او امکانات آیندهش است. فراجان اشرت است. تبریک باشه فراد اشرت. خودت را پیدا کردی به مرحله چهار بهترین. میخواییم که بفهمیم که فراد امیل از چی ساز داره؟ اصلا برای من بسیار خوشایند است که اصلا نمیتونم ساز خود بیان کنم. مگم ما این وعده را به دوستان میکنم و به یاور عزیزم که در این هفته من غزل خواندم. ما این را براتون نشان میتونم که من میتونم که هر چیز را بخوانم. غزل، کلاسیک، پاپ، البته هر چی البته خواست خدا بود دیگه برنامه براتون یک آهنگ شاد اما تو مست ریتمی که همه گیتون تبریک باشه. تبریک باشه بر خودت جاوید جان. باید استاد قضاوت سه نفر به سه نفر می ساخت. این حال ما دایی هیچ ما قضاوت نمی بینم. تو قبول نمی کنی که فراد اشرت از خودت کده بهتر اجرا کده؟ پاپخان باید همراه پاپخان متوازی بسازه و غزلخان همراه غزلخان چون دو غزلخان که میشینن با هم میخوانن معلوم میشه کدام غزلخان سطح آوازش معلوم میشه. این حال پاپخان نمیتونه که کده یک غزلخان بخوانه. سعی کنین ما قسمی گفتیم که یکانه چیزی بسیار ساده و بسیار ابتدایی ری که ما در نظر میگیریم اون مسئله سرتان است. درست است؟ مسئله سر است و مسئله ریتم است که شما همین دو چیز اگر در پاپ است یا در محلی است یا در غزل است اگر شما همین دو چیز درست اجرا بکنین برای ما دیگر ما احساس بعد از امروز موسیقی را ساخت میکنیم نمیخوایم پیش بریم. شمایی که در تلفن‌های موبایلتان از اینترنت استفاده میکنین در اپل استور برین نرم افزار برنامه آواز افغانستان دانلود کنین و جریان مکمل برنامه آواز افغانستان با کوالیتی بلند تماشا کنین. بعد از وقفه خواهید دید که نظیر خارا چه کسی را انتخاب خواهد کرد. او کسی که با پیش بره او با تشکر از گلدن لایف به خاطر تمویل برنامه آواز افغانستان. بین با هم ببینیم که امشب کیها با هم رقابت میکنند. به خاطر از این آهنگ همزار انتخاب کردیم چون به بیننده ها وعده کردم وقتی که از گروپ باید جوینده هستم و نظیر خارم انتخاب کرد ما برای بیننده های خود وعده کردم 100% که ما آهنگ های عاشقانه و عارفانه احمد زایر تقدیم بیننده ها میکنیم. عاشق روید من بسته موید من و همه تری اون آهنگ های احمد زایر بسیار 100% حاکم هستم که خوبتر و مقبولتر میخوانم چون قرج آواز من بسیار بالا است. آهنگ احمد زایر که تو گلون خود بخوان تام نامت زایر از وام زایر بود مگم نه کوشش کو که با صدای خود بخوانی خواه؟ چی آمادگی گرفته برای این برنامه، برای این مرحله؟ والا آمادگیم بسیار 100% است. خواندن هنوزم فواد جان رامز است.
چون یک خواندن مردمی است و ذوق خدا هم یه آهنگ بود که اجراش کنم بخیر. خب به 100% فکر میکنم که مثلا در راستایی بسیار حاکم هستم و با کمک استاد می خواندنم انتخاب کردیم. در انتره فکر میکنم البته کمک مشکل داشته باشم ولی آنچنان زیاد نی. با حالا از گروه نظیر خارا ظاهر سلطانی اجرا میکنه. عاشق رویت من، بسته مویت من، کشته خویت من، سر و زیبا. عاشق رویت من، بسته مویت من، کشته خویت من، سر و زیبا. دلم جا داری با دلم جا، روی زیبا داری ناز و ادا داری با دلم جا داری با دلم جا. عاشق رویت من، بسته مویت من، کشته خویت من، سر و زیبا. عاشق رویت من، بسته مویت من، کشته خویت من، سر و زیبا. عاشق رویت من، بسته مویت من، کشته خویت من، سر و زیبا. اجرای ظاهر سلطانی را دیدین و حالا راشد اصغری روی استیج میه و خیلی هم تاکید کرده که من ظاهر سلطانی را این بخش شکست میدم. به افتخارش. نظرات یاورای عزیز ما را میشنویم در رابطه با اجرای آهنگ ظاهر که نام خدا آوازشم توپ چاشت باره. همه تو قوی بچه کاکای نجیب محمودی است، نه به این خاطر آواز ارث برده. جوینده سب با شما آغاز میکنیم.
زارجان سلطانی آواستان نام خود قوی است. فقط چیزی که شما باید سرجدیت باید کار بکنین مسئله کنترل داشتن سر است. سرتان متاسفانه دمتره بسیار بالا رفت و از لایم اکمه که پیش می رفتین زیادتر. شاید هم تاثیر از این بود که چکچکا زیاد بود سرتان کمتر می شنیدین. فقط نخواستم که امو نقاط منفی شه بگیم. نقاط مثبت همی است که شما آوازتان رنگ بسیار خوب داره و قوی است و فقط اما یک چیز است که آواز قوی همیشه با کار بیشتر ذره داره کوره تحت کنترولت بری. برات من فقط میگم راشد جان شما همیشه آدم بسیار خوش تلیقه و آراسته هستین. همین رقمی که زارجان سلطانی شما پیشکش بسیار خوب دارین، در مجموع بسیار همیشه حاکم اجرا میکنین. یک ملاحظه کوچک من داشتم که شعر باید حفظ بکنین به خاطر که او یکمه که کاهش میده اجرای شما را، شما اعتماد به نفستان کاهش میده. شما فقط سر از او آهنگ ایج وقت بخصوص در تک مرحله بسیار حساس که سرنوشتاد برای شما یک شعر بسیار کوتاست برای حفظ بکنین. در غیر از او اجرایتان بسیار خوب و بسیار آواز تان بسیار رنگ مقبول داره. زیاد تشکر. مگر راشد اصغری به جای شعر موسیقیش از یاد کرده بود. قیس جان والا هردیشان بسیار خوب اجرا کرده بودن. راشد جان خوبیایی که داشته که بسیار مزه‌دار خواندن و ادایی که در خواندن بودک بسیار با مزه خواندک. اجرای آهنگت واقعا خوبش بود. نظراتی که بابای جانم به شما داد ما هم نظرشان هستم. آقای سلطانی بسیار آواز باز گران خوب اجرا کردین. بسیار انرژی زیاد در سر استیج داشتین و حالیتون اجرای خوب کردین. اگر کم زر اگر توجه به موسیقی میکردین خواهد سرایتان رو به جای میخورد، لیکن اردیتون اجرای بسیار خوب کردین. بسیار زیاد تشکر. خواهرس نظر شما در رابطه به اجرای دو اشتراک کننده از تیمتان و بعدش باز در رابطه به اینکه کی را حفظ میکنین و با کی خداحافظی بعدن میپرسیم. زایر جان تو وقت خواندی شرایط بسیار خوبش بود. دانتره حدیثه که با انرژی خواندی یکمک اثر رفت بالا اما مزه داد مرا خوبش بود. پس آمدی آستایی معلوم میشه که آهنگای هم از زایر بسیار تمرین زیاد داری و بسیار زیبا و مقبول میخوانی و یا آهنگ هم بسیار خوب اجرا کردی. ماشالله آمدیم سر راشد جان. راشد جان هم صدای بسیار زیبا و مقبول داره و در طول یک ماه یا زیادتر که ما تمرین داشتیم در بین تیم معلوم میشد همیشه حاضر بود و در درسای خود میرسید و گپایی که میگفتم توجه میکرد. صرف یک گپ مرا تو توجه نکردی. وقتی که یه آهنگ برای تو انتخاب کردیم اولین چیزی که ما به تو گفتم او آدم فکرت باشه که در روز اجرا فقط یک انتره را از یاد میکنی، یک انتره که دو مصرع است. خراس با در نظر داشتی که در تمرینات حاضر بودن، شما از قبل هم ارزیابی کردین اجرای امروزشان، اجرای امشبشان رو استیج با کی در برنامه میمانین؟ والا خیلی مشکل است همیو جان. امیر بان که در برنامه بعدی بگویم نمیشه. من به خاطر از اینکه بتونم در برنامه خوبتر پیش برم او کسی که چشما را پت میگیرم، او کسی که با پیش بره او راشد است. استاد خیلی تشکر. سلامت باش. این میگم از کمک های شما بود من اینجا رسیدیم 100%. همیارا دیگه نمیتونم چی بگم. خیلی دوستتان دارم زیاد. سلامت باش. تبریک باشه برای خودت راشد. بفرمایید. والا پویول خودت صادقانه کاش می بودی در برنامه که پیش می رفتی و با کاش ای آواز گرنگ و زوراورت زیادتر اجرا می کردی. فکر نمیکنم که من شاید از برنامه هستم.
این صد درصد نه. ما هم جگرخون هستم به خدا. او وقتی که جگرخون هستیم بین پس راشد امرای ظاهر تبدیل میکنیم که پس بین دفعه. ظاهر جان تو صدای بسیار مقبول داری، یک مقدارک کار داری خیره. بشنو که پای مرا خوب برای آینده امکان داره دیگه برنامه اشتراک نکنی، اما آوازت باید تحت کنترلت بیاری، بسیار خوبش میشه. استاد گپای ما بالا دیده قرار میگیرم اتنیست که ما برنامه صدای تو مقبول است، صدا را باید حاکم شوی سرش. یک مقدار کار داره خیر، جگر خون نشو. گپ نیست تو هیچ مویس نشو، برو تو زمزمه کده، برو خیر است. تا بگو تنها منم، تنها منم در خلوتت، تنهایم تنها تو میخواهی مرا باهی نمرش رایم. بعد از وقفه خواهید دید که قیس الفت از میان احمد سمیر، عدنان و لیلا برگی چه کسی را انتخاب میکند. دوباره خوش آمده این. تشکر از شرکت نوشابه های گلدن لایف که برنامه آواز افغانستان تمویل کردن. حالا به افتخار اشتراک کننده های گروه قیس الفت. جوری بعدی ما که انتخاب میکنم سمیر جان، عدنان و لیلا جان. یک بار دیگه میگم بهترین اجرا برنده میشه و رو به چهار بهترین میکشه. آهنگ از فواد جان رامز انتخاب کردیم و به خاطر انتخاب کردیم که به گلونو میشینه و یک آهنگ بسیار لایت است، قدر ثقیل نیست. در مجموع آهنگ برای ما همش آسان است، خب باید یک کمک پر انرژی باید اجرا شمه و خیر به برنامه اتمن پر انرژی اجراش میکنم. صرف صد اطمینان دارم که پیش برم بخیر به برنامه، بخاطر که امی انتره که هست خیلی پرسوز است. سلام، خوب هستین شما؟ شکر خوب هستم. کدام آهنگ انتخاب کردین شما؟ من آهنگ سیاموی انتخاب کردم، یک خواندن محلی از آرگیستک، زیادی را دوست داشتم، تمرینم دارم. سیاموی و سیاموی چقدر بلنده سیاموی. در اجرایم زیاد اطمینان دارم، اما در انتره کمی مشکلات داشتم، از دستور نمی چسبید صدایم و نمو را تمرین میکنم. امید دارم که خوب بیتانم اجرا کنم. آفرین. مشکلاتی که خود داشتینه سر از و احساساتت با آهنگ کم از تک سرش کار کن. بخیر، انتخاب خوب است، دیگه وقت خوش برد میخواییم. و حالا لیلا برگی رو استیج سو با سمیر عدنان رقابت میکنه با افتخارشان. شم نپرسن که پروانه کدام است، در
عشق نجویم که دیوانه کدام است، از شم نپرسند که پروانه کدام است، در عشق نجویم که دیوانه کدام است، که دیوانه کدام است، که دیوانه کدام است. خیال تو مجنون در بیابان، من غرق خیال تو مجنون در بیابان، مردم همه دانند که دیوانه کدام است، در عشق نجویند که دیوانه کدام است، که دیوانه کدام است، که دیوانه هموطن ما میتونن که از طریق صفحه اجتماعی فیسبوک نظرات خود با ما شریک بسازن و جریان مکمل برنامه آواز افغانستان هم تماشا کنن. آدرس فیسبوک ما است facebook.com/device-afghanistan. اجرای احمد سمیر عدنان را دیدید، اما لیلا برگی بعد از وقفه اجرا خواهد کرد. با تشکر از گلدن لایف به خاطر تمویل برنامه آواز افغانستان. دوستا، آیا لیلای برگی میتونه که سمیر عدنان شکست بده؟ و یا خیر، البته یگانه بانوی آواز افغانستان که تا هنوز باقی مانده. کف بزنین به افتخار لیلای برگی. سمیر عدنان بیا بخیر. خوب حال میبینیم که قصه سیاموی و جلالی بخیر به کجا میرسه. کدامش میمونه و کدامش لیلا پیش از این که اعلان نتیجه شود.
تکانهای قلبش دو سه چند زیاد شد. خب نظرات یاورای عزیز ما رو میشنویم. با نظیر خار آغاز میکنیم. آهنگ خوبش انتخاب کرده بود. من خودت انتخاب کردی یا یاورت؟ بله خودم انتخاب کردم. آهنگ است که مطابق میل خودشان بوده و از برابر توانش بوده، بسیار خوب اجرا کرده. و سمیر عدنان؟ سمیر جان یکمک انتخاب آهنگش خلطه بود، من نمیفهم کی که انتخاب کرده بود برات. اگر نه در برنامه قبلی بسیار خوب خواندی تو. این آهنگ یک مقدارک چیز بود برات. من نمیفهم قسم خودتا مدمن احساس کدی گپه. بسیار زیاد تشکر. عبی جان لیلا خوب اجرا کرد و یا سمیر؟ چی خوبی ها در آواز و اجرای لیلا بود و چی خوبی ها در اجرای سمیر عدنان؟ خب در قسمت ازی که در قسمت سمیر جان نظر خاراس مکاملا متضاد است. نظرم انتخاب بسیار بجای بسیار برعکس. من فکر میکنم قضاوت بسیار خوب که تزی آهنگ میشد با آواز خودت بکن آدم، چون تا به حال اجرایی که خودت داشتی به نظر من همین خوبترین اجرایت بود. گردش آوازت در این آهنگ کاملا به وضعیت معلوم میشد که چقدر امکانات داره آوازت و آوازت حرکت بسیار مقبول داره یا بسیار بجای. انتخاب بسیار خوب کرده بودین از دیدگاه من. لیلا جان انتخاب خوب و بسیار همونطور که آهنگ اگه آهنگ بسیار با انرژی بود، بسیار با انرژی اجرا کردین. فقط اون یک نقطه که یک بریک بوده که شما که پس دوباره شروع کردین، یک مشکلی که در شروعتون بود که خیر و بسیار اندک بود و هم به خاطر عزیز که تشویقات زیاد است و شما نمیتونین درست بشین. در غیر از این اجرای بسیار با انرژی. نام خدا اردی شما. بسیار زیاد تشکر. نظیر خارا میگه که لیلا خوب اجرا کرد و عبید جوینده میگه که سمیر عدنان. یک اشتراک کننده شانس داره که به مرحله چهار بهترین راه پیدا کنه و بعد از این که به مرحله چهار بهترین اشتراک کننده ها راه پیدا کرد، او زمان است که مردم رای میتن و مردم تصمیم میگرن. آیا از میان لیلای برگی و سمیر عدنان خیس الفت کی را به مرحله بعدی انتخاب میکنه؟ بعد از یک وقفه کوتاه میبینیم. تشکر از شرکت نوشابه های گلدن لایف که برنامه آواز افغانستان تمویل کردن و حالا نظرات قیس الفت میشنویم در رابطه با اجرای آهنگ لیلای برگی و سمیر عدنان. اردوشان بسیار خوب اجرا کردن. من میخوایم قضاوت البته رقم کنم که لیلا را به حیث یک خانم ببینم و قضاوت کنم و همچنان سمیر جان مقایسه امرای کسان دیگه که در تیم هست امو رقم مقایسه میکنم. واقعیت انتخاب آهنگ در دست خودتان بودک، به دلتان بسیار خوب آهنگ های خوب انتخاب کردین، خوب اجرا کردین. من واقعیت بگویم از اردویتان بسیار خوش هستم، خوب اجرا کردین. حالا تصمیمم شما میگیرین، قضاوت به دست شما است. لحظه خیلی سرنوشت ساز در آواز افغانستان. میخواییم که تصمیم قیس الفت بفهمیم که آیا یگانه بانوی آواز افغانستان در برنامه باقی میمانه؟ قضاوت به دست شما است. سمیر جان که از بسیار بچه خوشتیب، خوش اخلاق، با ادب، البته آواز و رنگتون بسیار خوب است. دیگر کسی رو ما میخواییم در تیم باشه که وقت البته همین رنگ تیم ما بسیار رنگ روشن نشان بتر. کسی را که ما میخواییم همراه ما باشه. لیلا جان هستک. لیلای برگی خودت به مرحله چهار بهترین راه پیدا کردی. تبریک باشه برات.
تشکر، زنده باشین. ما بسیار خوش هستم امیالی. تشکر از یاور عزیزم که مرا حمایت کرد، قبول کرد راوند دیگه، و تشکر از تلویزیون طلوع. امید دارم بخیر که ما بتانم از اینکه یاور مرا انتخاب کرده کم نیارم، خوب بخونم، زحمت بکشم. و بسیار خوش هستم، هیچ نمیتونم نمیفهم چی بگویم. بسیار زیاد تشکر از خودت، بفرمایید. خودم گفتنی اگر سمیر در آخر داشته باشه. گفتنی خاص ندارم، فقط تشکری میکنم از یاورا که خیلی زحمت کشیدن واقعا، و وعده که امرای مردم کردیم او را 100% بخیر عملی خواهم کرد. 100% تبریک باشه سمیر، بفرمایید. و حالا فرشته جان مشخص میسازن که در گروه دوم کدام اشتراک کننده ها با هم اجرا میکنن. در گروه دوم ما انتخاب کردیم عزیز احمد، عمران و سلیمان شاه. کدام آهنگ میخوانین؟ آهنگ میخوانم از مصطفی صوفی، برایت قصه میگویم. برایت قصه میگویم. بله. بفرمایید. اجازه شما باشه. بفرمایید. چرا نه؟ 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7. از لحاظ ساختاری آهنگ خیلی آهنگ مشکلیه، باید ایر با وجه حسن باید بر روی استیج اجرا کنید، و ما بالی خوب باور دارم که ایر 100% میتونم بر روی استیج این آهنگ مشکله ما اجرا کنم. زه هنگام جدایی ها، زه روز آخر بودن. فرشتگان شما گفتن که کرچای بالا که میخوانی تو کم تو از سر میمانی، بعد از اون ما ایر میخوام که برو استیج ایر با قوی تر اجرا کنم. از اون روزی که بر بستی به سات گل بارد را، برام آنقدر این مهمه که ما به چهار بیترین پیش برم که یکی از سه زندگی منه که ما زحمت بسیار کشیدم، بسیار بسیار زحمت کشیدم، و میخوام که به چهار بیترین مکان بکشم. سلام سلیمان جان، چطور هستین؟ خوب هستین؟ کدام آهنگ انتخاب کردین؟ اشکم ولی. اشکم ولی به پای عزیزان. بله درست است. شروع میکنیم. با یاد و رنگ و بوی تو ای سری آهنگ زیاد حساب میکنم، چون سبک را که من تابال پیروی کردیم سبک پاک بودن، و این آهنگ میتونم بگه اجرای خوب داشته باشم، بهتر اجرا کنم. با یاد و رنگ و بوی تو ای این آهنگ طبعا که مشکلات خود داره، یکم چون آهنگ سکیل است و کرج ما یکم نسبتا تفاوت داره. برای ما بسیار مهم است که ما در چهار بیترین را پیدا کنم، چون ما خانمم در کشور هلند زندگی میکنه، و ما فقط آرزوی می است که ما بتونم در این برنامه را پیدا کنم، چون این برنامه هم از اونجا آمده، از کشور هلند آمده، و میتونه که ما را در بین مردم مطرح بسازه و بتونم ما در هلند یک زندگی خوب داشته باشم. وقتی که امرای یاور ما ای آهنگ تمرین کردیم، یاور ما ای آهنگ تایید کرد، گفت بسیار خوب میخوانی، اما در عین اجرای آهنگ یکان کمی وجود داشت در خودم. خب کامیاب شدن به خودم یک جهان اهمیت داره، به خاطر که کی خوش نداره که کامیاب باشه. من خوش دارم همیشه سرفراز و کامیاب باشم و در آینده یک آوازخوان مشهور شم. با تو ای خوبم سر اجرای آهنگ 100% حاکم هستم. با خود تمرین کردیم در خانه، در جایی که مثلا جایی که میرم با خود تمرین میکنم، زمزمه میکنم، یه آهنگ بسیار دگرگون میشه. سه اشتراک کننده از گروه سه نفری فرشته جان سما روی استیج است، و اولین اشتراک کننده که آهنگ اجرا میکنه عزیز احمد کاکر است. به افتخارش کف بزنین.
بعد از وقفه خواهید دید که فرشته سما از گروه سه نفره خود چه کسی را انتخاب می کند. انتخاب ما با تشکر از گلدن لایف به خاطر تمویل برنامه آواز افغانستان. سه اشتراک کننده از گروه سه نفری فرشته جان سما روی استیج است و اولین اشتراک کننده که آهنگ اجرا میکنه عزیز احمد کاکر است. به افتخارش کف بزنین. عزیز احمد کاکر یک دنیا سپاس و حالا به افتخار سلیمان شای امیری کف بزنید.
بعد از اجرای عرصه اشتراک کننده، یاور تصمیم میگیره که کی و مرحله چهار بهترین را پیدا کرده. حالا عمران احساس اجرا میکنه. آخرین اجرای امشب مرحله حذف به برگشت را عمران احساس اجرا خواهد کرد. اما بعد از وقفه خواهید دید که چه کسی در برنامه باقی میماند. در مرحله هستیم که اشتراک کننده ها همگیشان واقعا که بسیار جالب و دیدنی اجرا میکنند و اگر خسته شدین فراموش نکنین همیشه از گولدن لایف استفاده کنین. نظر یاورای برنامه را میشنویم. جوینده صاحب، برای همتون تبریک میگم که تا به این قسمت برنامه را شما رسیدین. شما موفق هستین در هر صورتش، هر رقمی که نتیجه از برنامه باشه، بالاخره شما تا این مرحله را رسیدین، از جمله خوبترین ها هستین، دو شک نیست. فقط اگر بسیار فشرده بخوایم جزئیات بگویم، شروع میکنیم از زحمت جان که همیشه ما متوجه بودیم که یادم آخرین انرژی خودم میگذاره که بسیار با انرژی اجرا بکنه. اجرای امروزش بسیار نام خود با انرژی بود. از عمران جان همچنان، عمران جان این آهنگ را که اجرا کردی آهنگ بسیار خوب است، آهنگ بسیار با احساس است. سر استیج اجرا کردن از این که بدون نقص باشه یک کمک مشکل است و به او خاطر خود معذور میداریم که بعضی کمسوریگک هایی که صورت گرفته. سلیمان شاه جان، شما اجرایتان نه چندان بدل من نبود، کمسوری ها زیاد بود، یک جای ردم و مکمه که مراد نکردین، در شروع از به جای برداشتین، فقط این ملاحظیم است. برای همتون چانس خوب میخوایم. شکر سر زیاد شکر از عبی جان جوینده. از کدام سی شروع کنم عمید جان؟ خب از خود امید شروع. عزیز جان راست میگه، بسیار پر انرژی خواندی آهنگ، با وجودی که میفهم که تمام روز انتظار کشیدن، کوشش میکنه همیشه که خوبتر و زیادتر بخونه، اما قدر کوشش میکنه که خوبتر بخونه، اما قدر زیاد گپم میزنه. بر ترتیب
صداگر که بسیار شیرین و خوبش داره و همیشه آهنگار کوشش کرده که به جای و منظم داخل تکت و همه چیزش مراعات کرده بخونه. قسمی که عبید جان گفت اشتراک کننده بعدی عمران آقای عمران. عمران جانم آهنگش خیلی ثقیل بود مگم بسیار خوب اجرا کرد. کمی ها و کاستی های خود داشت. متوجه باشین وقتی یک آهنگ انتخاب میکنین که با یک تیم خوانده میشه، بسیار آدم کوشش میکنه که گلول زیاد نزنه، زیاد تا و بالا زیاد نگه، به خاطر که کسای دیگه هم از همراه خودت و هم اجازه داره که یک چیز بنوازند، یک تکت، یک چوکات. از اون خاطر وقت با تیم آدم میخونه بسیار دقیق میخونه که صدا اگر یک دفعه کور در ماژور باشه و صدای شما مثلا سرفا باشه، فکرتان است؟ دو صدای پالوی هم دیزونانس گوش خراش میشه و خادم باز نمیتونه که خوشایند نمیباشه برادم. از اون خاطر کلش داخلی اگر کورد است که اگر قدر منظم بخونین اونم قدر چانس شما برای پیش رفتن است. از اون خاطر آفرین تو، آفرین. آهنگ خیلی ثقیل بود اما بسیار خوبش اجرا کردی. آهنگ بسیار ثقیل بود. سلیمان شاه خودت در شروع من نمیفهم شاید از پیش ما اشتباه شده باشه، خاص خالی باید شروع میشد، خودت از پر شروع کردی. همون تو یک چیز بله استاد همون تو بودی؟ بله. خب من فکر کردم خیلی اشتباه از ما بوده، خیمو درست بوده. همیشه چهار بر چهار، چهار بر چهار، چهار بر چهار، یعنی چهار تا نوت چهار تایی داخل یک تک. کیر در شرقی میگن کروا، متوجه هستین؟ هشت ماتره داره. بله. یک دو سه چهار پنج شش هفت، یک دو سه چهار پنج شش هفت، یک. همیشه کمپوزیشن که ساخته میشه بعضشان از خالی شروع میشه، بعضشان از پر شروع میشه، بعضشان از ماتره هفتم شروع میشه. اینمی مهمترین چیزی که شروع میکنی باید آگاهانه باشه. یک مقدار از پیشت رب در شروع باز پسانا گرفتی خدا انتره را بسیار مقبول و زیبا اجرا کردی. موی سپید را فلکم رایگان داد، باز یک قسمت خوب مزدار یک جایی رفتی. واقعا اجرایت بد نبود، لیکن توجه که در آینده که ریتم خوب حساب کرده بخوانی. بچه شما استاد، تشکر. قیزان شما چی میگین در مورد اجرای آهنگ؟ به نگاه ما هرتیشان بسیار مقبول اجرا کردن. واقعا اگر از سلیمان شاه شروع کنیم، بسیار آهنگ زیبا رومانتیک خواندن، بسیار مقبول پرفورم کردن، بسیار مقبول پرزنت هم خود کردن، بسیار مقبول معلوم میشن. عمران جان هم دستند خورد خود بسیار کوشش کردن که آهنگ گرنگ بخونه. واقعا یک آهنگ مشکل بود که همه یارا همین گپ هم گفتن. آفرینتان که آهنگ اجرا کردن سر استیج لایف. عزیز احمد بسیار با انرژی خواندن. البته داستایی کم زره کم سر بودن، باز انتره را بسیار خوب اجرا کردن، بسیار واقعا راضی بودیم. دیگه انتخاب با یاورشان میمانم، کار یاورشان کم زره مشکل شده دیگه. خب در ابتدا فرشته جان اول نظرتان میشنویم که آیا اجرای آهنگ در یک مرحله خیلی اساس از گروه سه نفری تیم شما تا چه اندازه قناعت شما را حاصل کرده؟ اعتراف سومی جان که امی تمام شاگردای ما خوش صدا، خوش اخلاق و خوش لباس هستن. سلیمان شاه جان صدای بسیار مقبول داره، صدای بسیار گیرا داره، ولی ما خودم هم البته در تمرین که ما داشتیم امروز بسیار مقبول اجرا کردن. نه لای از پیششان رفت و نه سر. و عمران جان هم بسیار مقبول اجرا کردن آهنگ. یگان قسمت ها در انتره یگان ذره از سر بسیار کم هوا شدین، خارج شد از سر. بله. و عزیز احمد جان آهنگ واقعا که قسمی که خودشان گفتن با مغز و با دل اجرا کردن. او فرشته جان حالا از میان سه اشتراک کننده که اجرا کردن و نسبتا خوب هم اجرا کردن و تصمیمم به گفته شما دشوار است، بله، انتخاب شما کیره و مرحله چهار بهترین میبره؟ انتخاب ما با عزیز احمد جان است. تبریک باشه عزیز جان، نمود تمام انرژی خودت در اجرای آهنگ مصرف کرده بود، بسیار زیاد برای تبریک باشه. عزیزه که چند سال پی در پی آرزو داشت که کامیاب شود. خب
بسیار زیاد تشکر از اینکه اشتراک کردین در برنامه سلیمان شاه و عمران احساس. ای کاش روند برنامه قسمی بود که شما هم باقی میماندین. خیر یار زنده صحبت باقی. تشکر میکنم از تمام تشکر میکنم از تمام یاورای ما، بخصوص از فرشته جان سما. بسیار همراه ما لطف کردن، محبت کردن. ما کسی هستیم که موسیقی را موتور آموختیم. بسیار زیاد تشکر از سلیمان شاه. بسیار زیاد تشکر. بفرمایین عمران، از خودتان بسیار زیاد تشکر. تشکر از شما. تشکر. اینال عزیز احمد این خوشی را جشن میگیره که به جمع چهار بهترین را پیدا کرده و چهار بهترین. دوست عزیز فراموش نکنین مرحله است که بعدش یاورا تا چهار بهترین انتخاب میکنن و بعدش تصمیم شماست که با رأی خود سرنوشت اشتراک کننده ها را تایید میکنین. کدام گفتنی اگر داشته باشه؟ خدا کنه که همه یاورا با ما همکار باشن که ما بتونم از گروه فرشته جان سما آواز افغانستان شو. پاکر سید بسیار زیاد تشکر شما. تبریک باشه براتون. بفرمایید. هفته دوم حذف بی‌برگشت هم به پایان رسید. در دو هفته مرحله حذف بی‌برگشت، یاوران دو اشتراک کننده را به خاطر مرحله یک قدم تا قهرمانی انتخاب نمودند. قیس الفت، عصمت عزیزی و لیلا برگی، فرشته سما، شایق تخاری و عزیز احمد، عبید جوینده، سید نجیب الله محبت و فرهاد اشرت، نظیر خارا، رحمت الله حبیب و راشد اصغری. یاوران تا دو هفته دیگر وقت دارند که تیم چهار نفره خود را تشکیل دهند. دوستان، برنامه امشب آواز افغانستان در اینجا به پایان رسید. تا هفته بعد، خداوند یار و مددگارتان.